سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. نیمار و کیلان امباپه ستاره های پاریس سن ژرمن پس از مدت های طولانی بار دیگر درخشش مشترک در زمین بازی دارند. فدراسیون تاریخ و آمار نامزدهای بهترین بازیسازهای جهان را معرفی کرد. اوله گونار سولشایر نتایج خوب نگرفته و احتمال اخراج او به دلیل نارضایتی ستاره های تیم از جمله کریستیانو رونالدو وجود دارد. نیمار که یکی از بدترین آغازها در فصلهای جدید را در این فصل تجربه میکرد توانست در بازی روز شنبه برابر بردو عملکرد به نمایش بگذارد که نشان میداد او هنوز یکی از بهترین بازیکنان جهان است. این بازیکن برازیلی دو گل به ثمر رساند و به کابوس برای تیم حریف تبدیل شد. او همچنین بار دیگر به همکاری با امباپه روی آورد تا زوج نابود کننده را شکل دهند که مهار شدنشان در این بازی غیر ممکن بود. نیمار و امباپه در طول این بازی تا زمانی که یکدیگر را پیدا نمی‌کردند دست از گشتن به دنبال هم در زمین بازی برنمی‌داشتند. امباپه پاس بلند برای همتیمی‌اش در وسط نیمه اول ارسال کرد و نیمار نیز سانتر خوب را روی محوطه جریمه ارسال کرد. اما بهترین حرکت این بازی دقایق بعد شکل گرفت که نیمار پاس زیبای کیلان امباپه را به گل تبدیل کرد. حدود 11 ماه طول کشید تا شاهد پاس گل از این مهاجم فرانسوی به دوستش باشیم، چرا که آخرین بار نیمار در جنوری سال جاری میلادی و در جریان پیروزی 4-0 پی اس جی برابر مونپلیه روی پاس این بازیکن گلزنی کرده بود. نیمار با نمایش درخشان در این بازی بعد تمام انتقادات که از بی‌ثباتی و شرایط فیزیکی اش در هفته‌های اخیر شده بود پاسخ داد. این بازیکن سابق بارسلونا اولین دول خود در 11 ماه گذشته را نیز به ثبت رساند، یعنی آخرین بار در ماه جنوری برابر لوریان موفق به انجام این کار شده بود و رابطه ای را با امباپه احیا کرد و در ابتدای فصل جاری کاملا از دست رفته به نظر می‌رسید. هرچند در ماه‌های اخیر تمامی صحبت‌ها پیرامون انتقال امباپه به رئال مادرید بود، اما اتفاقات اخیر می‌تواند این شرایط را تغییر دهد. رابطه شخصی خوبه که نیمار امباپه را با هم نزدیک کرده حالا بار دیگر در زمین نیز دیده می‌شود و این موضوع بدون شک نشانه خوب برای رئال مادرید نیست. با این حال امباپه رابطه بسیار خوب با بنزما دارد و از زمان حضور این بازیکن در تیم ملی فرانسه دوستی نزدیک بین آنها شکل گرفته که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. فدراسیون تاریخ آمار در آسانی نزدیک شدن به پایان فصل جاری میلادی نامزدهای بهترین بازیسازهای جهان را معرفی کرد که چهره های شاخص چون میسی، جورجینیو و کوین دبروین در آن حضور دارند. نامزدهای بهترین بازیسازهای جهان در سال 2021 به شهر زیل است: پدری اسپانیا بارسلونا، کوین دبروین بلژیم منچستر سیتی، پیر امریک هایبرگ دنمارک تاتنهام، لوکا مودریچ کرواسی ریال مادرید، میسون مونت انگلیس باشگاه چلسی، سرجیو اولیویرا پرتغال اف سی پورتو، میسی آرژانتین بارسا پاریس سن ژرمن، برونو فرناندز پرتغال منچستر یونایتد، نیکولا بارلا ایتالیا انتر میلان، تاکی فوسوکوبا ژاپن مایورکا ریال مادرید، توماس مولر آلمان بایر مونیخ، ریاض محرز الجزایر منچستر سیتی، جیوانی رینا ایالات متحده آمریکا بورسیا دورتموند، فیل فودن انگلیس منچستر سیتی، جورجینیو ایتالیا چلسی. سال قبل کوین دبراین توانست به این مهم دست یابد و باید دید امسال میتواند بار دیگر عنوان خود را تکرار کند یا خیر. کریستیانو رونالدو و برونو فرناندز دو ستاره منچستر یونایتد از وضعیت این تیم در این فصل نامید شدند و این موضوع میتواند نقطه پایان بر همکاری اوله گونار سولشایر با شیاطین سرخ باشد. یکی از نکات قابل توجه در جریان شکست 2-0 برابر سیتی ناراحتی و عصبانیت رونالدو از میسون گرین‌وود بود. ناهماهنگی در خط حمله یونایتد کاملا به چشم میخورد، آنها تنها یک شوت به سمت دروازه زدند. این بازیکن پرتغالی پیش از این هم تمایل گرین‌وود به تکراری و شوت‌زنی به جای این که پاس را برای ارسال کند ناراحت بود و بسیاری از رسانه‌های انگلیسی به این موضوع اشاره کرده بودند. در همین رابطه نشریه‌های دیلی میل و گاردین اعلام کرده‌اند بازیکنان شاخص منچستر یونایتد از وضعیت فعلی تیم راضی نیستند. برونو فرناندز از فقدان جهت‌گیری ناامید شده و کریستیانو رونالدو از افت استانداردهای باشگاه چوکه شده است. در همین حال بازیکنان با دانی وندبک برای حضور بیشتر در زمین تلاش کرده همدردی میکنند. با وجود فشارهای فزاینده سولشایر مطمئن است همچنان در دیدار با واتفورد در 20 نوامبر سرمربی تیم خواهد بود. هواداران منچستر یونایتد هم از تاکتیک اوله گونار سولشایر در این بازی انتقاد زیاد داشتند. در واقع سولشایر در این فصل به طور کلی عملکرد خوب نداشته است و هواداران شیاطین سرخ از عملکرد و نتایج او راضی نیستند. منچستر یونایتد پس از تحقیر 5-0 مقابل لیورپول این بار در دربی شهر منچستر هم شکست خورد، در خلق موقعیت برای گلزنی در این بازی ناکام بود. گرین‌وود بازیکن 20 ساله یکی از بهترین ضربات پنالتی را در یونایتد میزند، اما رونالدو بدون شک نقطه اتکای خط حمله است و تمامی حرکات به او ختم میشود. او به زوج فداکار مانند ادینسون کاوانی نیاز دارد تا بتواند توانایی هایش را به نمایش در بیاورد. شیاطین سرخ پس از وقفه دیدارهای ملی باید در خانه واتفورد به مصاف این تیم بروند و به نظر میرسد این بازی دیگر آخرین فرصت سولشایر برای ادامه حضور روی نیمکت یونایتد باشد. سران این باشگاه در حال بررسی گزینه‌های متفاوت هستند تا در صورت نیاز به برکناری این مربی نروژی مذاکرات را به صورت جدی با آنها آغاز کند. گزینه‌های مانند مایرس و پوچینو و اریک تن هاگ مد نظر مدیران یونایتد قرار دارند و در این مقطع از فصل امکان همکاری با این افراد وجود ندارد. همچنین آنتونیو کونته نیست که دیگر گزینه مطرح شده برای نیمکت یونایتد بود، همین چند روز قبل با تاتنهام به توافق رسید و دیگر امکان همکاری با این سرمربی پرافتخار ایتالیایی وجود ندارد. فهرست تیم ملی اسپانیا برای دو بازی حساس مقابل یونان و سوئد در مقدماتی جام جهانی 2022 اعلام شد و مطابق انتظار ناچو فرناندز جای در آن نداشت. مدافع 30 ساله و متعصب ریال مادرید 3 سال است که به تیم ملی دعوت نشده و طبق ادعای کادناصر با لوئیس اندریکه این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.
ناچو آخرین بار سپتامبر 2018 و در روزهای نخست مربیگری اینریکه در لارخا بود که دعوت شد و در بازی لیگ ملت‌ها مقابل انگلیس به میدان هم رفت، ولی او روی گل رحیم استرلینگ اشتباهی فاحش داشت و نتوانست بازیکن مستقیمش را مهار کند. شکستی که برای اینریکه گران تمام شد، او دیگر هرگز متقاعد نشد که ناچو را دعوت کند. گویا درختکن نیز بین این دو تنش مختصر در گرفته بود که برای دعوت نشدن مدافع ریال کفایت میکرد. ناچو در جام جهانی 2018 دو بازی برای اسپانیا انجام داد و سابقه 22 بازی ملی نیز دارد. اولین بار او سال 2013 توسط ویسنت دل بوسکه به تیم ملی دعوت شد و در بازی دوستانه برابر شلی به میدان هم رفت. با این هم دعوت از گارسیا و عدم دعوت از ناچو سبب شد تا انتقادات از سرمربی لارخا صورت گیرد و برخی از منتقدان اینریکه را به داشتن دید منفی به بازیکنان ریال متهم کند. خاوه هرایس خبرنگار مطرح اسپانیایی اما فاش کرده که اینریکه ناچو هرناندز را به دلیل اشتباهی که برابر تیم ملی انگلیس در لیگ ملت‌ها انجام داد به تیم ملی دعوت نمی‌کند و نگران است تا بار دیگر این بازیکن اشتباه کند. خاوه به کادناصر گفته است که ناچو فرناندز در بازی لیگ ملت‌ها که در سویا مقابل انگلیس داشته باعث شده تا این بازیکن از چشم لوئیس اندیکه بیفتد. در آن بازی استرلینگ در حال گل زد که ناچو او را رها کرده بود و به سراغ هریکن رفته بود. البته روی آن صحنه مدافعان دیگر هم مقصر بودند، اما اینریکه ناچو را مقصر می‌دید و به همین خاطر اینریکه در سال‌های اخیر همواره ناچو را از لیست خط زده است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.